در پی بازداشت حسین رونقی از فعالان مدنی در ایران، کاربران شبکه‌های اجتماعی در ساعات گذشته با هشتگی در حمایت از او و در اعتراض به نقض حقوق بشر راه انداختند. شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر از ویرجینیا: آقای میلانی، باز هم یکی از فعالان مدنی در ایران بدون توضیح و پذیرش مسئولیت از طرف حکومت ناپدید شده. به نظرتون چطور میشه در مقابل این رفتارهای فراقانونی و خلاف موازین حقوقی مقاومت کرد؟ درود خدمت شما و بینندگان عزیز. همونطوری که در سالها و دهه‌های گذشته در واقع مقاومت شده با اطلاع رسانی، ایجاد حساسیت بین افکار عمومی و همچنین صحبت کردن و تلاش برای حسابرسی جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی از طریق سازوکارهای بین المللی و نهادهایی که مسئول حقوق بشر هستند. در این رابطه خب وقتی که مثلا در همچین اوضاعی که اوضاع بین‌المللی شلوغ هست، مسلماً وظیفه شهروندان ایرانی بیشتر میشه، برای اینکه در واقع ما کسی رو غیر از خودمون نداریم. این یک واقعیتی و ما هستیم که باید علی خصوص با امکانی که در فضای مجازی هست اطلاع رسانی کنیم، حالا چه در فضای مجازی در خارج از فضای مجازی، همینطور با خانواده هم، با دوستامون، و این چیزیست که جمهوری اسلامی از اون میترسه. و اصلا علتی که آقای رونقی رو گرفتن به خاطر موفقیت ایشون بود در اطلاع رسانی در مورد سیاست‌های جمهوری اسلامی، علی خصوص راجع به اینترنت. بنابراین به همون ایشون گرفتن برای اینکه ایشون موثر بود در فضای مجازی، موثر بود در رسانه‌های خارجی هم، در روزنامه وال استریت ژورنال ایشون یک مقاله منتشر کرده بود. و در این مقابله ما هم باید همون کاری بکنیم که اتفاقا خود آقای رونقی درش موفق. بله، شما گفتین که به نظرتون اینطوره که ما باید همون کاری رو بکنیم که آقای رونقی بهشون معتقد بود. میدونیم که حسین رونقی در ماه‌های اخیر به نقد برخی فعالان رسانه‌ای خارج از کشور هم پرداخته بودن. به نظر شما مسئولیت نیروهای فعال در خارج از کشور در قبال شیوه های سرکوب مخالفان داخلی چند اندازه است؟ بسیار. ببینید، ما بعد از دوم خرداد 76 یک جوی به وجود اومد در خارج که این دفعه منعکس کننده اون چیزی بود که در ایران میگذشت و این که ایده اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی بود. خب این خبرنگاران هم که شما می‌بینید در خارج از کشور و فعالانی که هستن، فعالانی که ایرانی هستن که هنوز هم هستن، حالا اگه که ما خوشبین باشیم نسبت به اینها، این فرض رو میشه متصور بود که اینها هنوز در اون ایده هستن که در باش بزرگ شدن، در اون از میشه گفت از دوم خرداد 76 تا دی ماه 96، در اون بازه 20 ساله با این ایده بزرگ شدن و حالا سخته که متوجه بشن که وضعیت تغییر کرده و مردم ایران از جمهوری اسلامی عبور کرد. این حالت خوشبینانش. و کاری که ما باید بکنیم بعد اینه که به زبانهای خارجی در شبکه‌های اجتماعی راجع به مسئله روشنگری کنیم و بگیم که الان خواست مردم ایران چیز دیگه ایه و اون دوران اصلاحات گذشته و مردم ایران خواهان گذار به یک سیستم دموکراتیک هست. این خیلی به نظر من مهمه برای اینکه ما به غربی ها و به جهان آزاد نشون بدیم که اون تصوری که از ایران درشون به وجود اومده در اون 20 سال دیگه درست نیست و در واقع برخلاف اون چیزی است که مردم ایران میخوان.